محمد رضا مقدسیان نازنینم سلام، شب بخیر. سلام اسماعیل عزیزم، بیا جلو. الان خوبه؟ الان خوبه. چه صدا یا شما از بس شعر خوندی منم احساس شاعرانگی بهم دست داد. جدی شدم؟ آره. خب شعر بخون. نه ولی خب تلاش میکنم نقدمو خیلی شاعرانه نکنم. آفرین سرخپوست. بریم سراغ دومین ساخته نیما جاویدی بعد از ملبورن که فیلم موفقی نبود. فیلم ملبورنش فکر کردم سرخپوست رو میگی. نه 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 آخه سرخپوست اصلا داستانای خاصی. خب بذار من زیر میکروفون تو رو بیارم این بالا. الان خوبه؟ آره. یه جوری باشه منم بدونم چه جوری بشینم. تو هر جوری دوست داری بشین. آره. من میکروفون همونجوری. آره یه ذره جلو نزدیک میکروفون بغش. اوکی یه جوری نشه که اینو من ببلم دارم. نه خب ولی باید نزدیک باشی به میکروفون دیگه. اون مثل شما که تلویزیون برنامه دارید آقا هاش اف میزنید از این با کلاس بازی. اینجا رادیو واس خوش داستانه خودش رو رادیو خودتون هم با 20 سانتیش ارتباط برقرار میکنیم. انقدر نزدیکشون ندید دیگه. ببین باید با خواننده تور میگن باید با میکروفون رفیق باشی. هرچی شما چیکار می‌خواستی بکنیم آقا نیما جاویدی؟ من کاری نمی‌خواستم. ببین ملبورن توی گیشه موفق نبود واقعا متاسفانه. آره و فیلمی هم نبود که همه دوستش داشته ولی باشن. ولی تو جشنواره‌های خارجی خیلی دوستش داشتن. آره ولی خب خیلی های نقدی که وارد بود با خود نیما جاویدی هم که صحبت می‌کردیم باهاش اوکی بود این بود که میگفتن کپی از فیلم‌های فرهادی است و چه و چه و چه و چه و چه. اوکی حالا نریم اونور. نمی‌نم می‌خوام اینو بخوام بگم که از کجا داریم به کجا می‌رسیم. آره. دیگه حالا رسیدیم به نیما جاویدی و سرخپوستش که ترکونده، که واقعا در سینمای چند سال اخیر ایران فیلمی است خوش ساخت و بی سابقه و قابل حرف داره. حالا با تو این یه کوچولو بگم که ملبورن قربانی بعضی از شیوه های نقد عجیب و غریب شد که بعضی از ما منتقدا یا بعضی از کسانی که در مورد سینما صحبت میکنن حتی مخاطبین بهش عادت کردیم یا بهش پناه میبریم و اون مشابه سازی، مقایسه کردن و بحثای از این دست. نمیتونم کتمان بکنم که ملبورن نیما جاویدی تداعی کننده فضای بعضی از فیلم‌های موفق سینما ایران من جمله فیلم‌های اصغر فرهادی نبود. ولی یه ذره بد شانس بود فیلم، یعنی یه دوره اکران شد که همه تب فرهادی داشتن و همه چیز شبیه فرهادی می‌دیدن، حتی فیلمایی که هیچ ربطی به فرهادی نداشت. ولی سرخپوست بعد از سالها یک اتفاق مهم در سینمای ایران. نمیخوام مقایسه نعل به نعل بکنم چون هنوز فکر میکنم فیلم پرده آخر واروش کریم مسیحی یکی از شاهکارهای تاریخ سینمای ایرانه، ولی حس و حالی که سرخپوست در ما تداعی کرد و ایجاد کرد شبیه حسیه که وقتی پرده آخر رو دیدیم. اما چه ویژگی هایی تو پرده آخر بود که حالا تو سرخپوست هم هست؟ خیلی مهمه. اولین و قطعی ترینش اینه که بارها هم در موردش با هم حرف زدیم، سرخپوست به شدت سینماست. توضیحش هم اینه که همه المان‌هایی که ما رو عاشق سینما کرده آره. و ریشه در سینمای کلاسیک داره. سینمای استودیویی، سینمای قصه‌گو، سینمای بازیگر محور، سینمایی که طراحی صحنه و لباس و قصه اولویت اصلیشه. درست. سرخپوست همه اینها رو در ذهن ما تداعی میکنه. ناخودآگاه ممکنه چکیده همه این حالاتی که خودآگاه و ناخودآگاه دست میده در این واژه که سرخپوست خیلی سینماییه در ذهنمون نقش ببنده. البته یک کم که از فیلم سرخپوست فاصله میگیریم و اون هیجان اولیه که به حق همه باهاش روبرو میشن، چون یک فیلمی که شبیه جریان اصلی سینما ایران نیست پشت سر گذاشته میشه، برخی از در واقع نقاط ضعف فیلم هم نمایان میشه. ولی با همه اینها اگر نخواهیم این مثالی که دارم میزنم و به مثابه تحقیر فیلم سرخپوست بلکه در تایید فیلم سرخپوست استفاده بکنم، میگن یه چشی تو قبیله کورا پادشاهه. سرخپوست در زمینه فیلمنامه ایرادات جدی داره ولی در بخشی که اون فیلمنامه رو تلاش کرده تبدیل بکنه به تصویر، بازیگرش رو ازش بازی بگیره، دکور بسازه، فضا سازی کنه، نور پردازی کنه، از صدا و جزئیات، از زاویه دوربین، از همه اون چیز ریزکاریایی که سینما رو شکل میده استفاده بکنه، به شدت دقیقه و درست از همه اینها استفاده کرده. در واقع مثال خیلی خیلی واضح اون چیزیه که ما همیشه ازش یاد میکنیم که میگیم کارگردان و فیلمساز باید بلد باشه اون چیزی که تو سرش میگذره رو تبدیل کنه به تصویر. و نیما جاویدی این اتفاق رو رقم زده. جالبه وقتی باش گپ میزدم در مورد سرخپوست بهش میگفتم که تو از یه جایی به یه جای دیگه حرکت کردی. وقتی ملبورن رو نگاه میکنیم طعنه میزنی به سینمای اروپا، یعنی سینمای مستقلی که
دنبال اینه که یه جنس حرفهای خاص رو بزنه. میخوای چیزی بگی؟ آره، یکی از دوستان کامنت داده، گفته که بذار اسمش هم ببینم. آقای میلاد گفته که ملبورن فیلمیه که پیمان معادی اون رو زیبا کرده، یعنی از شیفتگان آقای معادی هستن احتمالاً آقای میلاد، خدا حفظشون کنه. به هر حال حضور پیمان معادی هم توی اون فیلم نقش به سزایی داشت در درست عذاب در اومدن موقعیت داستان. کلامت یه سوالی هم پرسیدن، گفتن که آیا ملبورن به دروغ اشاره میکنه، یعنی محوریتش دروغ یا مسئولیت پذیری آدم‌ها رو میخواد گوش زد کنه؟ این دوتا از هم دور نیستن، هر دوشون توامان داره در واقع کار میکنه. البته یکی از همون مزامینی هم که باعث شده بود فکر کنن خیلی شبیه فیلمای فرهادیه همینه، یعنی فیلم جدایی نادر از سیمین به طور واضح یا درباره الی در مورد همین ماجرای دروغ و مسئولیته که دروغ گفتن مسئولیت میاره، دروغ نگفتن هم مسئولیت ایجاد میکنه و مسئولیت دروغ نگفتن خودش مسئولیت مهمیه. ما داشتیم راجع به فیلم سرخ، یعنی داریم راجع به فیلم سرخپوست نیما جاویدی صحبت میکنیم، دومین ساختش که خیلی سر و صدا کرد در جشنواره فیلمش و فجر و الانم که روی پرده است. آره داشتم میگفتم که با نیما جاویدی که گپ میزدم بهش میگفتم که تو سر ملبورن خیلی اروپایی نگاه میکردی به فیلم، مثل سینمای فرانسه و جنسی از اون سینما که شاید کن و برلین و امثال هم دوستش دارن. حضورش در جشنواره‌های جهانی هم در واقع تایید کرد این اصل رو. ولی وقتی میاد سراغ سرخپوست انگار کاملا شیفته سینمای آمریکا، سینمای کلاسیک استودیویی آمریکاییه. این درون مایه های این دو تا فیلم به هم شباهت هایی دارن، ولی اون چیزی که در ظاهر و به عنوان تصویر دیده میشه یک فضای خیلی بزرگی رو بین دو تا فیلم ایجاد میکنه و یک فاصله خیلی جدی. من فکر میکنم که اون چیزی هم که باعث شده این روزها مردم خیلی به این فیلم یعنی سرخپوست اقبال نشون بدن، فقدان قصه گویی تو سینما ایرانه. یعنی کمتر فیلمی این روزها پیدا میکنیم که بیاد یه قصه سرراست واسه مخاطبش تعریف بکنه، قصه ای که فراز و فرود داشته باشه، تهش قابل پیش بینی نباشه، مخاطب نبضش با قصه بزنه. و یکی از ایرادای اصلی هم که به سرخپوست میگیرن به خاطر قصه گفتنشه که در نهایت همه اون چیزایی که رشته کرده با پایان بندیش پنبه میکنه. نگه داریم تیزر فیلم رو بشنویم، برگردیم بشنویم. فکر نمی کردم خجالتی باشی. یه شب که چشم آهسته توی سبزه میخونه، اشتباه کردی دیگه، من خیلی خجالتی. یه شب که تارگی سویم پیچت در تارگی دارم، شاید به گوش تایم سریاد انتظارم. خودم هم نمیدونم چرا برگشتم. یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی، آن شب دور از تو میمیرم بر دنیای خاموشی. آقای مقدسیان، جناب آقای باستانی، شما دارید رادیو ترانزیست رو می نیوشید، یعنی هم می بینید هم می شنوید از سایت آپارات به صورت زنده و مستقیم. آره من یه نکته رو بگم، این ساعت لپتاپ من خرابه آقا، این ساعت لپتاپ من الان 12:04 رو نشون میده ولی الان ساعت دقیقاً 11:34 30 دقیقه جلوه. آره یه ذره باز خودش داره حال میکنه دیگه، منم کاری باش ندارم واسه شوخی. من اصولا با ساعت بیگانم. با محمدرضا مقدسیان پای میز نقد نشستیم و داریم راجع به فیلم بیا از همین چیزا شروع کنیم. سرخپوست اگر که آره خوب بود سرخپوست. ببین اگه قرار باشه یک بخش کوچولو، یک بخش کوتاه از فیلم سرخپوست رو هیچ مخاطبی از یاد نبره، همین سکانس عاشقانه ماجرای نوید محمدزاده و پریناز عزت‌یار براش کافیه. همین سکانس هم اگه رج بزنیم و تقسیمش بکنیم و توضیحش بکنیم انگار روح کلی فیلم رو فهمیدیم. یه دوستی گفته که این همه جایزه برای فیلم یه فیلم اولی میتونه نوید بخش بشه. نه این فیلم دومش بود، فیلم اولش نیست. جایزه هم زیاد نگرفت، جایزه ویژه هدایت داور نگرفت. آره. فقط ولی بعدن احتمالاً جایزه زیاد میگیره تو جشن خانه سینما. ببینید اون سکانس رو اگه بخوایم همینجوری رج بزنیم، حالا امیدوارم دیده باشنش، یک سکانس به شدت کمینه گراست، به شدت مینیمال و حداقلیه.
در یک فیلمی که همه چیزش مینیمال و حداقلیه. میخوام از اینجا ربطش بدم به کلیت فیلم. آره. یعنی فیلم خوب فیلمیه که جزئیاتش کلیتش رو تایید کنه و کلیتش جزئیاتش رو تایید کنه. آیا سرخوست این کارو میکنه؟ دقیقاً. خب بازی نوید محمدزاده رو در نظر بگیر. یکی از درونی ترین، متفاوت ترین و کنترل شده ترین بازی های نوید محمدزاده است. جداست از همه بازی هاش. آره. این نوید جدید که واقعاً نوید یک نوید جدید رو میده. که سینمای ما نیاز داره بهش، که همه نگران بودن نوید تکراری بشه. توی بازیگری، توی حضور بازیگرها و شیوه بروزشون یه حداقل نگاه حداقلی وجود داره. توی اندازه نماها و انداز تایم هر پلان هم یک کمینه‌گرایی وجود داره. ببین شما وقتی قراره همچین سکانس عاشقانه ای رو بسازین، احتمالاً شیفته میشین و میگه خب حالا من که دارم حرکت پریناز ایزدیا رو میگیرم، بذار مثلا 5 ثانیه هم بیشتر بگیرم. من که دارم مثلا نگاه نوید محمدزاده یا پلی شدن موسیقی تو زندان رو میگیرم، بذار یه 10 ثانیه بیشتر بگیرم. همین 5 ثانیه 10 ثانیه ها در نهایت باعث میشه که ناخودآگاه تمپوی فیلم بیفته و مخاطب ازش فاصله بگیره. نیمای جاویدی حواسش هست و این کارو نمیکنه. یعنی اینکه خصت به خرج میده توی نمایش صحنه ها. یعنی اون جایی که داره حرکت مثلا پریناز ایزدیار رو در حیات زندان به سمت بیرون وقتی داره موسیقی تو زندان پخش میشه نشون میده، به جای اینکه بخواد از همه پریناز ایزدیار از همه پتانسیلش استفاده کنه، به اندازه‌ای که قصهش نیاز داره نمایشش میده. حضور هومن بهمنش به عنوان فیلمبردار رو فوق‌العاده و نورپرداز و طراحی در واقع نور نمیتونی در واقع نادیده بگیری و ما یه حضور خیلی مهمه. آره و جلوه های ویژه این فیلم هم دقیقاً همینه دیگه. یعنی اومده به کمکش که همه رو در کنار هم قرار بده و یه پک سینمایی خوب رو به مخاطب بده. اما نیما جاویدی که گپ می‌زدم و هومن بهمنش، یه اطلاعاتی در مورد طراحی صحنه و نورپردازی این فیلم دادن که چون میخوان بعدها روش کار کنن و اطلاع رسانی بکنن، من لو نمیدم. فقط بهتون بگم که حیرت انگیزه کاری که کردن توی این فیلم. من میخوام از کمینگرا بودن برسم به هومن بهمنش که اندازه نما، زاویه دوربین و شدت حرکت دوربین در فضای زندان دو تا کارکرد پیدا میکنه. یک، بازیگر رو حروم نمیکنه. واقعا میگم بعضی وقت خوب بازیگر رو حروم میکنیم. مثلا نوید میگیم خب نوید داره راه میره، بذار یه 10 ثانیه بیشتر راه بره مخاطب حال کنه لذت ببره. بازیگر میسوزه، حروم میشه، فیلم حروم میشه. از طرفی همزمان داره با اون اندازه نما و زاویه دوربین فضای زندان که توی این فیلم شخصیت داره اسماعیل، یعنی زندان مهمه چه شکلی باشه. زندان انگار مثل یک فضای بزرگیه که شخصیت‌ها رو در بر گرفته و هر گوشه ای از این زندان اگر یه شکل دیگه ای می بود فیلم شکل دیگه ای می شد. این اتفاق افتادنش حتما یه بخش زیادیش من در واقع به واسطه شیوه فیلم برداری و نورپردازی که هومن بهمنش میدونم از لحظه اول فیلم در واقع فیلمنامه نوشتن با نیما همراه بوده و لحظه به لحظه با هم تصویر میکردن. ببین یه چیزی باحال میونه کلامت میخوام بگم. همیشه میگفتن که تدوینگر کارگردان دوم فیلمه. آره. ولی انگار که توی سرخپوست هومن هم کارگردانی کرده یه جاهایی. حتما نگاه زیاده. کارگردانی داره. حتما آره. حتما سهمش زیاده. ولی وقتی به فیلم از بالا نگاه میکنیم میبینیم که نیما یک کار گروهی رو یک بار انگار تعریف کرده تو سینما. به جواد متوری و تیمش اشاره کردی تو جلوه های ویژه. بله. امکان نداره تیم جلوه های ویژه جواد متوری رو از سرخپوست جدا بکنیم و نتیجهش این بشه. به هومن بهمنش اشاره کردیم، امکان نداره هومن رو جدا بکنیم و نتیجه این بشه. به نوید محمدزاده اشاره کردیم، امکان نداره نوید رو از این فیلم جدا بکنیم و سرخپوستی اصلا وجود داشته باشه. میخوام بگم که اون ماجرای کارگردان اول و دوم توی این فیلم دیگه خیلی صادق نیست. مجموعه از عوامل دوشادوش هم بدون اینکه کسی بالاتر یا پایین‌تر باشه کنار هم کار کردن تا سرخپوست این چیزی شده که می‌بینی. ببین یه نکته رو گفتی ازش رد شدیم. چی بود؟ گفتیم که آقا این فیلم تو قصه به همون میزان که میتونه قوی باشه ضعف هم دارد و رسیدیم به پایان بندی کار. این چه نقدشو بگم؟ این چه نقدیه که به این فیلم میگن؟ آره چرا؟ ببین یه ذره سخته برای اینکه نمیدونم چند نفر فیلمو دیدن چند نفر ندیدن. امیدوارم اسپویل نشه، تلاشمو میکنم. در پایان فیلم یک تصمیمی میگیره نوید محمدزاده که اون تصمیم برای بسیار تعداد بسیار زیادی از مخاطبین قابل پذیرش نیست، انگار آب یخ میریزن رو سرشون. وقتی من خودم هم جزو همون مخاطبین بودم، یعنی انتظار پایان بندی شگفت انگیزی رو داشتم. سطح قصه گویی و سطح در واقع گره های داستانی که تو سرخپوست داره ایجاد میشه، این انتظار رو در مخاطب ایجاد میکنه که پایان بندی دیگه یک پایان با شکوه و به یادماندنی باشه، نه به معنی شاد یا غمگین بودنش، به معنی بزرگ بودنش.
اما اتفاقی نمیفته. بعد که نشستم داستان فیلمو یه بار دیگه مرور کردم، دیدم که یه دو قطبی توی فیلم هست و اون دو قطبی گناهکار یا بیگناه بودن سرخپوسته، شخصیت غایبی که در فقدان خودش داره تعلیم ایجاد میکنه. آره. داستانک ها و خورده پرنگ ها و شخصیت هایی که به فیلمنامه وارد میشن به انهای مختلف، برای اینکه این تردید رو در شخصیت سرهنگ یا آره. نمیدونم سرگرد یا سرهنگ، سرهنگ جاهد، سرهنگ جاهد ایجاد بکنن. سرگرد جاهد حالا نوید محمد شخصیت هایی که وارد میشن، موقعیت های داستانی که وارد میشن تا این دو قطبیه رو، این در واقع ذهنیت این که سرخپوست گناهکار است یا بیگناه تو ذهن نوید محمد زده و به تبع اون در ذهن مخاطب ایجاد بکنن کار نمیکنه. یعنی اون دو قطبیه باسمه ای عذاب در میاد. آره. مشخصا حضور در واقع اون پیرمرد روستایی در اتاق محل استراحت نوید محمد زده برای اینکه بهش بگه که سرخپوست بیگناهه، یا تلاش‌های پریناز ایزدیار به واسطه خبر کردن ستاد پسیانی همسر و فرزند سرخپوست که حالا بچه‌ها رو ببینه و احساسی آره. بشه، اینا انگار انقدر درست توی فیلم امتزاج پیدا نکرده، چیده شده است و من باورش نمی‌کنم. و در نهایت دو قطبی گناهکار بیگناه بودن سرخپوست اتفاق نمی‌افته و وقتی دو قطبی نیست و من فکر می‌کنم که سرخپوست گناهکاره، اون تصمیم نهاییه و اون تردیده و اون چرخش به مثابه مدد عشق، به کمک مدد و به کمک عشق بی‌معنی میشه. بسیار همعالی. ما عرض مقدسیان از تو ممنونم. بخش اول گفتگوی رادیو ترانزیست رو شنیدید و دیدید با رکتور اتمی برمیگردیم. آره، با عرض مقدسیان در بخش دوم میخوایم راجع به سریال عجیب پرمخاطب در آی ام دی بی رتبه بالای چرنوبیل صحبت کنیم که تازه یه قسمتش پخش شده. مگه میشه؟ نه بابا، 5 تاش اومده تموم شده. یه فصل مینی سریال 5 قسمتیه. 5 قسمتش رفت. یه دونه هستی. ما یه دونه حساب میکنیم همه. با ادبیات شما یه دونه یه بله. آخه سریال هم شد داستان. مواظب خودت باش.